الحمد لله رب العالمين خالق الخلائق اجمعين فاطر السماوات والارضين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين الهداة المهديين الغر الميامين الله أكبر سيما سيدنا ومولانا وإمامنا المنتظر بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم وظالمي شيعتهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى يوم لقاء الله صلوات عرصمت بر این که به یاد و نام وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف شروع کنم مجلس را و راجع به آقا با هم دیگه حرف بزنیم. عرض کنم که شاید اولین کتابی که در فن فاز امام زمان سلام الله علیه نوشته شده و به امر و دستور مستقیم خود آقا هم نوشته شده به فرمانده خود شیخ، این اکمال الدین و اتمام النعمه و یا کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق است. شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در اول این کتاب می نویسه، میگه من خواب در عالم خواب دیدم که دارم دور کعبه طواف میکنم، دور کعبه محضر امام زمان مشرف شدم. آقا به این فرمود شیخ در رابطه با ما چیز ننوشته ای؟ گفتم آقا من هرچی نوشتم در رابطه با شماست. فرمود نه، در رابطه با من ننوشته ای، من از خواب بیدار شدم و این کتاب رو نوشتم، فصل فصل و باب و آیات و روایات از پیغمبر، از امامان، از امیرالمومنین تا امام زمان به ترتیب، علائم الظهور، کسانی که آقا را دیدند. مردم عزیزان و نور چشمان، الهی فدای خودت بشم و کربلات قربونتون برم، الهی جدی میگم اینا، این کتاب بسیار کتاب نفیسی است، به فارسی هم ترجمه شده، در رابطه با امام زمان سلام الله علیه هست، کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق در رابطه با امام زمان. من امشب بحث را با یک حدیث از این کتاب شریف، البته اصل کتاب خب عربی است، اونی هم که من دارم عربیش را من دارم، لکن به فارسی شنیدم ترجمه شده که اگر گیرتون بیاد بسیار کتاب خوبی است. حالا دقت بفرمایید، او اینه: شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه از سعد ابن عبدالله اشعری قمی. حالا اگر بخوام یه مقدار بازم ریشه حرف بزنم وقت نمیخوام بگیرم، میخوام بیشتر مطلب عرض کنم. عرضم بر این که در زمان امام صادق علیه السلام بین حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه که یک صدام ثانی بوده، 70,000 نفر را فقط خودش کشت، غیر از اونایی که به امرش کشته شدن. عرضم بر این که این یه جنگی در واسط بین کوفه و بصره، تو وسط یه شهریست که الان هم هست واسط، تو اینجا جنگی در گرفت بین عبدالرحمن، بین حجاج ابن یوسف و عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث ابن قیس. اشعث ابن قیس کسیست که با قطام و ابن ملجم همدست شد، مولا امیر
سلام الله علیها شهید کرد. محمد ابن اشعث هم که همون کسی که نامه نوشت به امام حسین، یکی از نامه نویسان محمد ابن اشعث بود و یکی از فرماندهان جنگ علیه امام محمد ابن اشعث بود. و جده دخترش هم که زن امام حسن است و قاتل امام حسن مجتبی، این شجره، این محمد ابن اشعث، یه پسر داره به نام جعفر، یکم به نام عبدالرحمن، شیعه اند. جریان تشیعشون هم آش عباس قمی در احوالات امام صادق نقل کرده است تو ملتقی الامان. حالا من اگه بخوام بگم همه به هم ور گریده میشه، یه بار دیگه میگم براتون. عرصمت بر این که اینا در جنگ درگیر شد، 5 برادر از یمن، چون یمن از شیعیان به دست مولا امیرالمؤمنین فتح شد و یمن از اول شیعه بودن، این یمنی ها اومدن 5 برادر از قبیله اشعر، جد اعلاشونه، اومدن حج، اومدن مدینه و خبر شدن که یه همچین اتفاقی میخواد بیفته، اومدن عراق. تو این جنگ حجاج پیروز شد، لشکر عبدالرحمن شکست خورد، عبدالرحمن هم کشته شد، لشکر فرار کرد. این 5 برادر فرار کرد، اومدن قم. وقتی اومدن قم، قم 5 محله بود بهش میگفتن کماندان. اینا هر کدوم توی یکی از این قلعه رفتند و اینجا را از اون اول بر مبنای تشیع اساس را بنا کردند. و بعد هم هرچه اومدن جلو، این قبیله اشعریون از اعاظم فقها و علمای بزرگ توشون خیلی است. احمد ابن اسحاق اشعری قمی پسر عموی سعد ابن عبدالله است که استاد کلی نیست در کافی. شما کافی ها مطالعه کن ببینید، سعد ابن عبدالله اشعری یکی از اساتید کلونیست که ازش حدیث خیلی نقل میکنه. حالا این احمد ابن اسحاق وکیل و نائب خاص امام حسن عسکری بوده تو قم. امام عسکری سلام الله علیه در سفری که احمد ابن اسحاق رفت سامرا، یه پول از خودشون، از جیب خودشون دادن به احمد، فرمود احمد با این پول من تو قم یه زمین بخر، یه مسجد بساز. این مسجدی که امام حسن عسکری چهار بازاره با پول امام است و هم زمینش هم ساختمانش به دست احمد ابن اسحاق. این مسجد را که ساخت یه مقدار پول زیاد اومد، برد خیابون آذر تو محله دیگر قم. محله آذر دم چلخترون یه کوچه هست میگن کوچه حسن عسکری. بقیه پولی که زیاد اومد اونجا یه مسجد ساخت، اون مسجد حالا هست. قرص سعد ابن عبدالله این اشعریون اینان. سعد ابن سعد اشعری هم همون کسیست که زیارتنامه فاطمه معصومه از امام رضا نقل میکنه، خیلی عجیب است. زکریا ابن آدم اشعری هم همون کسی که هم کجاوه امام رضا بود تا مشهد، قبیله شیعه وفادار خالص بزرگواری هند. سعد ابن عبدالله یادمی بود که با علمای اهل سنت بحث میکرد و جدل میکرد، درگیر میشد. تو این مباحثات و مناظرات به یه سری سوال و اشکالای از طرف مقابل برخورد که تو جوابش کم آورد، جواب نداشت بده. اینا را جمع کرده بود، منتظر بود ببینه کی از قم میره سامرا، دنبالش بره و این سوالا را از آقا بپرسه و جواب بگیره. سال 258 امام زمان 2 فقط خواهش کنم از اینجا به بعد به این نکات لطیف خوب گوش کنید. سال 258 امام زمان سلام الله علیه 255 نیمه شعبانشه، 56 57 58 2 سال خورده شه. رفتن اینا. خدمت شما عرض کنم که من یه سفری که از قم مشرف شدم عراق، از مرز خسروی رفتم تو، رفتیم تو کاروان رفت، به راننده گفتم آقا از قم تا اونجا چقدر راست؟ ایشون گفتش که از قم تا مرز خسروی 750 کیلومتر راست، از اونجا تا بغدادم 300 تاست، از بغدادم تا سامر را 200 تا 300 تا 500 تا 750 تا 1250 کیلومتر.
عزیزان من ببین 1250 کیلومتر را با اولاق و با قاطر و سرما و گرما و تابستون و زمستون و برف و بارون و دره و گرگ و پلنگ و دز و لصوص و لشوش میرن برن که 4 تا سال از امامشون بکنن، بیارن دست ما بدن. ما باید نگرش داریم، شما یه جور، من یه جور، اون یه جور، اون یه جور، میباید نگرش داریم. خوب گوش کن، وارد شدن بعد از این مسافت. حالا امامم که تو زندانه، میدونی که عسکر، خب شما به لسان عربی آشنایید، پادگان، تو پادگان محبوس، محصور. وارد شدن، احمد ابن اسحاقم عموزادشه که اونم بود با هم بودن، یک کیسه یا به تعبیر ایران و فازبون فارسی گونی مثلا 160 کیسه کوچیک پول از شیعیان قم سال 258، یعنی 1170 سال قبل. به این نکات خوب گوش کنید، شیعیان قم 1170 سال پیش از این 165 تا کیسه درهم و دینار، سابقا دینار یه مثقال طلا را میگفتن یه دینار، یه مثقال نقره میگفتن یه درهم، پولا درهم و دینار بود در ممالک عربی. یه مثقال طلا را مر میکردن، نقش میزدن، میگفتن که یه درهم، یک دینار، یک مثقال طلا یه دینار، یه دهمش یه مثقال نقره یه درهم. همیشه هم دینار 10 برابر درهم است و درهم 1/10 دینار. رفتند 165 تا کیسه پول تو این گونی بود. احمد ابن اسحاق به امام عسکری کرد که آقا جون این 165 تا کیسه پول تو این گونی هدایای شیعیان قمی است برای شما. امام عسکری نشسته بودن داشتن جواب مسائل شیعیان اهالی بصره را می نوشتن. آقایون که تازه دارید میای تو، این حدیث از کمال الدین شیخ صدوق دارم نقل میکنم، جلد 2، میگن که امام سلام الله علیه امام حسن عسکری داشت جواب نامه شیعیان بصره مینوشت، به من به احمد ابن اسحاق فرمود که احمد ابن اسحاق هر کاری داری با پسرم، امام زمان شما بعد از من این آقاست، با ایشون حرف بزنید، کارتون رو با ایشون حل کنید. احمد ابن اسحاق رو کرد به امام زمان و گفتش که آقا جون این هدایایی است که شیعیان قم بر شما فرستادن. گوش کن جان من، حالا که این جلسه و این همه زحمت و بیا و برو و بگو و بشنو، گوش کن ببین امام زمان به جواب احمد ابن اسحاق چی فرمود. فرمود که رو کرد به باباش امام حسن عسکری، فرمود ایجوز ان امد یدن طاهره اله هدایا نجسه قد شیب احلها به احرمها. سبحان الله، فرمود بابا جونم جایز نیست که من دستمو بزنم. آیا جایز است؟ یعنی جایز نیست من دستمو بزنم به پولهای نجسی که حرام و حلال قاطیه؟ من نمیزنم. آقای امام عسکری سلام الله علیه فرمودن که بابا جونم به احمد ابن اسحاق بگو این مشکل این پولا چیه. احمد ابن اسحاق همینجور دست کرد تو گونی، یک کیسه پول در آورد. آقا فرمودن که این کیسه پول، حالا من اسم نیست اونجا که، من به خودم مثال میزنم، فرمود این کیسه پول مال حسن احمدیه، این نشونی اول، 65 دینار تو این کیسه است، نشونی دوم، یه دونه این دینارا تقلبیه، نشونه سوم، یکیش هم انقمسه، انقمسه مهرش پاک شده دیگه قیمت اون اصلی را نداره. 4 تا نشونی احمدی گا کردی درسته، روش نوشته است که این مال حسن احمدی از قم، 60 هم از درسته، ریخ بیرون دید آره بابا یکیش منقمسه یکیش هم قلابیه، 4 تا نشونه درسته. امام عسکری فرمود بابا جون به احمد ابن اسحاق بگو این پول مشکلش چیست.
امام زمان دو سال و نیم سه سالشه، تو سام و رانش سه شیعه قومی چیکار کرده داره میبینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. فرمودن که بابا جون بگو مشکلش چیست. آقا فرمود مشکل این پول اینه که این پول مال این آقایی که هست، این آقا یمن یعنی 3 کیلو نخ داد به یک بافنده که لباس براش ببافه. یه مسئله اینجا بین الهلالین تو پرانتز یه مسئله بگم و بعد مثلا باید آمودم که متوجه میخوام بگم. ببین آقا جون، خیاط تعمیر لوازم برقی مثلا، صحاف کتاب، اینا یدشون امانیه. یعنی من که میرم پارچلان میدم بخرم، میگم آقا جون مال من یه قباب دوز، اگر در قفل و حفظ مغازش افراط و تفریطی نکرده باشه دوز اومد برد، ضامن نیست چون یدش امانیست. دست امانی زمان نداره. اگه من تاوون بگیرم این تاوون حرام است. لبا پتوها دادم به اینا که میشورن، لباس دادم که بشوره، دوز برد ضامن نیست. پارچه دادم که برام بدوزن قبا عبا لباس پیرن و و و، ضامن نیست اگر دوز برد، مگر اینکه درا واگو داشته باشه. اما اگر دوز اومد و از خودشا بود از منم برد، ضامن نیست، تاوان حرام است. آقا فرمودن که این 3 کیلو نخ را داد به این بافنده که لباس ببافه براش، دوز اومد زد، هم از خودشان برد هم از این بابا را. این اومده است چند تا حرام انجام داده است. 1، تاوان گرفتن حرام بود، وای صد و تاوان گرفت. 2، گفت پولشان نمیخوام، نخ بهم بده، رفت نخ بگیره، نخ بهتر گرفت. 3، یه من نخ داده بود، یه منو چارک پس گرفت، یه من نیم پس گرفت. نباید میگرفت، هم گرفت، هم بهتر گرفت، هم بیشتر گرفت. لباس بافته، فروخته، پولش آورم من میده میاره، برگردون، حرامه، من دست بهش نمیزنم. این مرخص شد، دست کرد کیسه دویو میاد در آورد. کیسه دویو میاد که در آورد، آقا فرمود اینم حرامه. ارسل آقا این چرا حرامه؟ فرمود اینم مال فلان آقاست. گفت بله درسته. فرمود این آقا در قم زمین داره، آبم داره، اما کشاورزی بلد نیست. رفت یه نفری که کشاورزی بلد بود و پیدا کرد و آورد، گفت زمین از من، شخمو تخمو آبیاریو درو با دست و داسو خرمنکوبیم با تو، هرچه گندم حاصل به دست آمد نصفه میکنی. زمین از من، کار از تو، مزارعه بهش میگن، نصفه میکنی. قرار بر این شد که اگر این 10 هکتار زمین مثلا هر هکتاری 10 خروار 100 خروار گندم داد، 50 خروار مال صاحب زمین، به خاطر اینکه مالک زمینه، 50 خروار مال این کشاورز، چون شخم زده، تخم پاشیده، آبیاری کرده، با دست درو کرده، خرمنکوبی کرده، بوجاری کرده. شد وقتی که گندم عمل آمد و حاصل به دست آمد، این صاحب زمین اومد نشست، پیمونه برداشت، پیمونه خودش را پر میکرد، لبریز میکرد، پیمونه اون کشاورز را سر خالی میریخت. امام زمان تو سامورا داره میبینه. مرخص عزیزان من، 160 تا کیسه پول را امام زمان 160 تا را برگردوند و فرمود حرام است. من بس میشه بعد فرمود ایتنی به ثوب عجوز. فرمودن که او پیر زنه که خبر شده از امام عسکری یه پسر داره 2-3 سالشه، امام زمانشی در آینده، نشسته است
پشم را ریسیده نشسته با اون چشمای ضعیفشون پیرزن عجوز نشسته بافته اونا بده. احمد بن اسحاق دست کردید ای بابا اینی که امام پسندید نیست. گفت آقا اونایی که بود نپسندیدی، اینی که پسندیدی نیست. پاشم برم نم کجا شده. از خونه اومد بیرون که برود ببینه کجا شده، سعد ابن عبدالله شروع کرد از امام زمان سوال کردن. حالا من یکی دو سوالاتشو بگم خدمت شما و امشب و حالا یا باقیشا فردا شب بگم براتون یا بحث عوض میکنم، حالا ببینم چیکار میتونیم بکنیم. گوش کن، سعد ابن عبدالله سوالاتا کرد، حالا میگم یکی دو تاشا جواب را شنید. زور شد بنا کردن اذان زورا بگن. امام علیه السلام پا شد رفت سراغ وضو و برکارای نمازش. وقتی رفت بیرون سعد گفت پاشم برم نم احمد کجا رفت، نیومد. اومد بیرون دید احمد داره گریه میکنه زار زارو میاد. گفت احمد چده؟ گفت این لباس که امام زمان پسندید نیست، هرچه میگردم نیست، هرچه میگردم پیدا نمیکنم، گم کردم تو را. سعد میگه بهش گفتم آقا امام زمان ما را باور داره، ما را میشناسه، ما دروغگو و قالتاق که بخوایم بخوریم نیست، بیا بریم به آقا میگیم آقا باور میکنه. اومدیم تو خونه به آقا بگیم آقا پیرن گم شده، دیدیم پیرن رو زمین افتاده، آقا واسه روش نماز. امام زمان اینجوری بشناس. بازم هیچ چیزی نیست، بازم هیچ چیزی نیست. گفتیم آقا این کجا گم شده بود؟ فرمود تو راه انداختید، ما داریم شیعیانی که اینا رو مال ما میارند. حالا ملکه است لعله، جن است لعله، خودشونند لعله لعله. سعد چی سوال کرد؟ سعد ابن عبدالله سوال کرد گفت آقا ما با این سنیه که بحث میکردیم، این عالم سنی یه سوال از من کرد، من تو جوابش موندم. فرمود چیه؟ گفت یه عالم سنی به من گفته چه شما شیعه حدیث نقل کرده اید که رسول اکرم امر زنانش را به دست امیر المؤمنین قرار داد. فرمود یا علی بعد از من، اگر این زنان بعد از من، امر زنان من به دست توست، بعد از من اگر اسیان تو کردن طلاقشون بده. سنیه گفت بابا مرد که میمیرد زنش اربعت اشهرن و عشرا به فرموده قرآن کریم، مردی که میمیرد زنش چهار ماه و ده روز عد نگه میداره، بعد از چهار ماه ده روز که عدش تموم شد آزاد میشود برود ازدواج کند، طلاق دیگه نمیخواد. این طلاق یعنی چی؟ سعد موند دید راست میگه، مردی که از دنیا میره که طلاق یعنی چی؟ پیغمبر از دنیا رفته است، بعد از عده زن آزادند خلاص، این دیگه مشکل نداره، یعنی چی حرف؟ باقی آورد، کم آورد تو جواب. به امام زمان عرض کرد آقا یعنی چی؟ به امام زمان صلی الله علیه و سلم عرض کرد یعنی چی؟ آقا فهم برو بهش بگو، برو بهش بگو که طلحه در زمان حیات پیغمبر اکرم به نوشته تمام مورخین و مفسرین، طلحه گفت بعد از پیغمبر اکرم ما با دختر عموم، عرب یه قانونی داره تمام افراد قبیله را بچه برادر بچه خواهر و عمو و دایی با هم خطاب میکنن. مثلا شمر با ام البنین از قبیله بنی کلابن، پشت هفتم به هم میرسن، یعنی ام البنین هفت پشت برو بالا، شمرم هفت پشت برو بالا به هم میرسن. اومد گفت اینه بنو اختنا، تمام مرد و زن قبیله را خواهر و برادر خطاب میکنن. طلحه هم از همین قبیله است، طلحه از قبیله ابوبکره. گفتیم گفت من بعد از پیغمبر با عایشه که دختر عمو ازدواج میکنم. آیه نازل شد ما لکم ان تؤذوا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا من ازواجه من بعده ابدا، ازدواج با زنان پیغمبر حرام است، جایز نیست. چرا پیغمبر را اذیت میکنید؟
این مطلب را ابن ابوالحدید معتزلی سنی در شرح نهج البلاغه 20 جلدی جلد 12 صفحه 250 هم آورده اینا. یعنی ما فقط نمیگیم، اون هم میگن. خدای منان تو این زمینه به خاطر شرافت و عظمت وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر خاتم الانبیا یه شرافتی به زنای پیغمبر داده و اون شرافت این است که زنان پیغمبر را به منزله مادر قرار داد. از فرمودن که النبیو سوره احزاب است، النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم. پیغمبر از خود شما بر خود شما ولایت دارد، اولا به خود شماست و زنانم، زنان پیغمبرم ام المؤمنینن. این شرافت را خدا به خاطر پیغمبر به زنای پیغمبر داده است. خوب بگیر توجه کن و گوش کن به چی میگم. این شرافت ام بودن نه یعنی محرم است میشه بهش نگاه کرد، نه یعنی محرم است، نه یعنی محرم است میشه مثلا دست یا بوسید، پاشا بوسید، پیشونیشا بوسید، به موی سرش نگاه کرد. نه، از نظر شرافت به منزله مادر است. به منزله مادر یعنی چی؟ یعنی ازدواج با او حرام است، احترام او واجب است. شرافت مادری اینجوری. امام زمان فرمودند که خدای منان این شرافت را به زنا پیغمبر داد. پیغمبر فرمود یا علی این شرافت مال این زنای من هست مادامی که از تو اطاعت کنند. اگر عصیان تو کردن مخالفت و عصیان امام معصوم کفر است، از ایمان میرن بیرون. وقتی از ایمان رفتن بیرون، زن کافر دیگه نمیتواند مادر مؤمن باشد. تو طلاقش بده، یعنی نه یعنی طلاق معمولی عادی زن و شوهری، نه، یعنی اون شرافتی که خدا داد تو پس بگی. چرا؟ چون انما ولیکم الله، بگو بعدشا، و رسوله و الذین آمنو. ما سه تا ولی داریم: خدا، رسول، امیرالمومنین. خدا داد، علی با ولایتش پس گرفت. طلاق بده یعنی اون شرافت ازش بگیر. بنابراین حدیث رو منبر دارم میگم، به فرموده خاتم الانبیا به امیرالمومنین و اون حدیث سنی و شیعه نقل کردن، به فرموده امام زمان و این حدیث کمال الدین شیخ صدوق از سعد بن عبدالله اشعری قمی از امام زمان روی این برنامه و قانون با اجازه بزرگترا عایشه ام المومنین نیست. صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد از جنگ جمل 17,000 بچه‌ش قربانی کرد، 12,000 نفر از لشکر خودش کشته شدن، 5,000 نفر از مسلمانای مهاجر و انصار از لشکر مولای هم امیرالمومنین شهید شدن. آخه این چه مادریه؟ مادر. حالا یه فتوا قشنگ ازش نقل کنم برات. کجاست این فتوا؟ صحیح آسه. میگم اینا که کسی نفهمه، یه فقط شما بفهمید. صحیح امام محمد ابن اسماعیل بخاری باب رضا. ابو حنیفه فتوا میده طبق یک حدیث. اون حدیث چیه؟ حدیث اینه، عایشه میگه که از پیغمبر شنیدم که هر کسی از سینه زنی شیر بخوره، حتی اگر یه بار باشه، محرم میشود به رضا. خب با اجازه شما، عایشه یه خواهر داره به نام اسما، زن صیغه زبیره، عبدالله ابن زبیر بچه صیغه. این اسما دوستا بچه داره، داشت این بچه ها کوچولو کوچولو بودن شیر میداد.
عایشه میشست تو خیمه، میگفت هر کی میخواد با من محرم بشه برود از خواهرم اسما شیر بخوره، از مرکزم بخوره، نه اینکه بدوشه تو لیوانو بخوره دا، از مرکز بخوره، بیاد با من محرم بشه. به امام زمانت قسم، مردای 40 ساله میرفتن از سینه زن بچه شیرده اسما دختر ابوبکر خواهر عایشه شیر میخوردن، میمدن میشستن بغل عایشه خانم به عنوانه که خالمونه. این فقهشونه. اون وقت ما را برای عزاداری ها مسخره میکنن، میگن شما مشرک که عزاداری میکنید، مشرک، اون دینه، اون توحیده، این شرکه. آدم دلش نمیسوزه؟ خودش اینه؟ آیه فرمودن که یه روزی ما تو اتاق نشسته بودیم با پیغمبر اکرم، دیدیم صدای تبل و شیپور و دف تنبوک داره میاد. من به اکرم نگاه کنم هم چه خبره؟ پیغمبر دید من دوست دارم برم ببینم چه خبر است. نشست زمین، منو به گردن خودش سوار کرد، اومدیم تو کوچه، مردا میزدند و میرخصیدن، من تماشا میکردم رو دوش پیغمبر. حدثنا عایشه ام المؤمنین. سعد ابن عبدالله سوال کرد، گفت آقا یه سوال دیگه. گفت آقا جون بسم الله الرحمن الرحیم، اینا زیاد شنیده، من میخوام مقدار بیشتر بازش کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مریم، بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبده و زکریا. این یعنی چی؟ آقا فرمودن که زکریا 100 سال عمرش گذشته بود، رب اینی و هن العظم منی و اشتعل الرأس و شیبن و لم اکن به دعا که رب شقیا، بچه دار نمی شد، هی دعا می کرد رب اینی و هن العظم منی و اشتعل و لم اکن به دعا رأس شیبن و لم اکن به دعا که رب شقیا، رب اینی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا هبلی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا. هی دعا میگه خدا به من بچه بده. جبرئیل اومد گفت یا زکریا، خدا سلام میرسونه میگه روز اول ماه محرم روزه بگیر، دم افطار افطار نکن تا من بیام، یه دعاست من میگم تو بگو بچه دار بشی. گفت باشه. امام زمان فرمودن که سلام الله علیه و امام رضا به ریان ابن شبیب هم فرمودن دا حدیث رضی ابن شبیب، ابن شبیب حدیث قشنگی است از امام رضاست تو عیون الاخبار شیخ صدوقه. فرمودن که زکریا روز اول محرم روزه گرفت، دم افطار جبرئیل اومد گفت بگو. الهی یا حمید به حق محمد گفت، یا علی به حق علی گفت، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، تا این 4 تا رو میگفت هی بلفروخته میشد، بشاش میشد، شاد میشد، تا گفت یا ذل احسان به حق الحسین، دلش سوخت و برکت گریه کنه. گفت جبرئیل این پنجمی کی بود؟ اسم این پنجمی دلم رو سوزون، میخوام گریه کنم، میخوام یا حال دیگه ای شدم. جبرئیل براش شروع کرد گفتن این پسر پیغمبر آخر زمان است و دعوتش میکنن به مجلس و به امامت و شهیدش میکنن. شروع کرد خوندن. زکریا گفت خدایا یه پسر به بچه پسر به من بده، همون جوری که پسر پیغمبر آخر زمان را میکشن همون جور کشته بشه، و همون جوری که قلب خاتم الانبیا میسوزه در شهادتش، قلب من بسوزه تا مواسات بشه. ببین آقا جون، ما یه گوش کن، میگن آقا جون شما چرا زنجیر میزنید؟ چرا سینه میزنید؟ چرا علم دست میگیرید؟ ما یه اصل داریم در مذهب به نام مواسات. در زیارت نامه حضرت ابوالفضل میگی وال اخو المواسی، مواسات اهمیتش از ایثار بیشتر است. به من نگاه کن، ایثار اینه من این لیوان آبا دارم، خودم تشنم، ایشونم تشنه است، از خودم میگیرم، منع میکنم از خودم، میدم به ایشون، اینا میگن ایثار. یطعمون الطعام علی حبه
مسکینن و یتیمن و اسیرا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینا میگن عیسی، اما الاخل موثر نه، الاخل مواسی. مواسات اینه آقا قمر بنی هاشم رفت تو دریا تا زیر شکم حیوانش آب گرفت، پاهای آقا و چکما تا زانو رفت تو آب، قشنگ خونکی آب آدم تشنه حس کرد، آب آورد بالا. اینی که بعضیا میگن ذکر عطش الحسین، شما که به لسان عربی آشنایید ببین گوش کن، ذکر عطش الحسین غلط است. ذکر اون وقتی میگن که آدم یادش رفته یادش بیاد، عباس که یادش نرفته بود. ذکر عطش الحسین یعنی به خودش گفت، یادش بود، تذکر گفت عباس حسین تشنه است نمیخورم، رقیه تشنه است نمیخورم. مواسی اینه که چون گیر اون نمیاد من دارم، چون گیر اون نمیاد منم نمیخورم. مواسات از ایثار مهمتره. چرا؟ اگه آقا رسونم خیمه، آقا خورد منم میخورم، اما تا آقا نخوره نمیخورم. زنجیری که ما میزنیم به کمرمون، یعنی با زنجیر به گردن امام ما انداختن، ما این زنجیر را میزنیم تا مواسات. با سیلی به رقیه زدن، ما میزنیم تا مواسات. روز عاشورا علم از دست عباس افتاد، ما علما نگرش میداریم. ها ها اینه. زکریا اینجا گفت مواسات، گفت خدایا من نمیتونم کاری بکنم، اما یه پسر به من بده، پسر من همونجور شهید بشه تا مواسات، همونجور که دل خاتم الانبیا میسوزه دل من بسوزه، بفهمم پیغمبر چه بهش میگذره. مواسات آیه قرآنه، آیه قرآنه. چرا روز عاشورا تو برف و یخ پا بره نمیشی؟ چون بچه ابی عبدالله رو خار بیابان پا بره نمیدویدن. چرا گل به صورت خودت میمالی؟ چون عباس وقتی افتاد زمین صورتش پر خاک و گل بود و امام حسین و شهدا. ها مواسات، الاخل مواسی. اینا دقیقه، اینا لطیفه، اینا را بهش دقت کنید، اینا قشنگه. آره آره. چرا لباس عزا می پوشید؟ برای اینکه اهل بیت پیغمبر بعد از عاشورا تا 4 سال لبسن لباس العزا، لباس عزا می پوشوندن و عزاداری می کردن. مردم اهل بیت پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله لباسای نو فاخر پوشیده بودند. روز 11 همه لباسا را کندند، به غارت بردند و لباس کهنه پاره اسیری به زینب پوشوندند. اهل بیت با لباس کهنه و پاره به اسیری بردند. ما چی میگیم؟ ما چی کار کردیم؟ چی کار میتونیم بکنیم با این همه؟ چرا باید نگرش داشت؟ باید نگرش داشت، با جونمون نگرش میداریم. فرمودن چون بین یحیی و امام حسین 23 شباهت است، هر دو حملشون 6 ماه بود، هر دو در رحم مادر حرف زدن. امام حسین تو رحم مادر میگفت انا الشهید، انا الغریب، انا العطشان، انا العریان. هر دو را به ولادت بشارت از بالا آمد، بشرناک نبشرو که به غلام اسمه یحیی، هر دو را خدا نام نهاد، هر دو را سر بریدن، هر دو را حرامزاده سر برید، سر هر دو را تو تش گذاشتن، سر هر دو را برای حرامزاده هدیه بردند، اما یحیی را سر را از جلو بریدند.
و حسینا یحیی را سر از جلو بریدند، ولی مردم در مقتل دیدم نوشته سر امام حسین را که گذاشتن جلو عبیدالله. عبیدالله گفت کی این سر را جدا کرده؟ شیم گفت من یا امیر. چطور مگه؟ گفت چطوری بریده ای که تمام استخونا گردن خورد شده؟ امام زمان فرمود چون بین یحیی و امام حسین 23 شباهت هست. اما مردم بذار بگم، یحیی دیگه خواهر نداشت، یحیی دختر نداشت، اما ارباب ما ابی عبدالله تو گودال که افتاده بود 84 زن و بچه دورش گرفته بودن. آقا فرمود چون بین یحیی و امام حسین این شباهت ها هست، خدای منان سوره مریم آنجور شروع کرده است، بسم الله الرحمن الرحیم، کاف، کربلا. ما در قرآن سوره نداریم بسم الله الرحمن الرحیم، مکه، مدینه، اما بسم الله الرحمن الرحیم بفرمود امام زمان بسم الله الرحمن الرحیم، کاف، کربلا، ها، هلاکت و شهادت اصحاب امام حسین، یا اشاره است به یا یزید، عین عطش الحسین و صاد صبر الحسین. الله اکبر. در زیارت ناحیه است میگوید عجبت من صبر که ملائکت و سماوات. الله میدونی چرا؟ برای اینکه ایقتل الظمآن حسین به کربلا، ایقتل الظمآن حسین به کربلا، وفی کل عضو من انامله بحر و والده الساقی على الحوض فی غد و فاطمه ماء الفرات لها مهروب. الله اکبر. و اما عتشش مرحوم شیخ ششدری در خصائص می نویسه، میگه خدای منان 4 آب مخصوص ابی عبدالله کرده، یکی هر آب سرد خوشگواریست، وقتی می نوشی ابی عبدالله حق داره بگی السلام علیک یا ابا عبدالله. خودشم از لبای بریده فرمود شیعتی مهما شربتم عذب ما این فذکرونی، او سمعتم بغریب او شهید فندبونی، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی. یکی هر آب سرد خوشگواریست، یکی عشق شیعه و عشق گریه کنندگانه، یکی آب حوض کوثر است که تمام شهدا قبل از رفتن نوشیدند و رفتن، یکی هم یک آبیست در بهش نهر الحیوانه مخصوص گریه کنندگان ابی عبدالله. خوشا به حالتون. میفرماید میدونی چرا؟ برای اینکه ابی عبدالله روز عاشورا آتش همه بدن رو از کار انداخته بود، اما 4 عضو آقا را آتش 100% از کار انداخته بود. یکی چشمای آقا بود که امام صادق فرمود یر از سما اکد دخان، آسمون را دود میدید، نزدیک علی اکبر که رسید دیگه چشماش نمیدید، از بالای اسب افتاد روی زمین. صاح الحسین 7 مرات ولدی علی. بابا یه بار صدام بزن، با صدا بیام جلو، دیگه نمیبینه کجا بیام بابا. یکی هم جگر آقا بود، فرمود اسخونی شربتم من الما فقط تفتت کبدی، جگرم تفدیده و کباب شده. یکی هم زبون آقا بود، هرچه آقا این زبون دور دم گردانده بود که رطوبت تولید بشه نشده بود، بر اثر برخورد زبون به دندونا زبون آقا زخم شده بود، خون از زبون آقا میری. یکی هم لبای آقا بود،
خشکیده بود و تلک خورده بود. هرچه رب با زینب حرف بزنه، زینب دید از لبهای آقا خون میریزه، خم شد و با چادر و عبا خونها از لب آقا پاک کرد. لا اله الا الله. کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون تپیده به میدان کربلا. آی 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 آی، زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد فریاد العطش ز بیابان کربلا.